پلیس ها امروز در تهران شال و کلاه کردند. بند پوتین ها محکم و عملیاتی دیگر. اسم تحریک که میخواهند اجرا کنند امنیت محل محور است. محل محور رو آغاز میکنیم ان شاء الله. عزیزان در محل های خود مستقر باشند. همه غمه ها غلاف. وافورها هم یک جای امن. وگرنه مثل اینها میافتد دست پلیس. خوبی این طرح این است که از قبل اعلام میکنند. در طرح پلیس همه چیز هست. در حوزه اراذل و اوباش هست، در حوزه سرقت هست، در حوزه فروشندگان مواد مخدر هست، در حوزه مزاحمین نوامیس هست، در رابطه با حاملین سلاح‌های نامتعارف سرد هست که در سطح شهر حضور دارن. قبلا هم عملیات‌های مثل این اجرا شده. مبارزه با خرده فروش‌های مواد مخدر، ارتقای امنیت اجتماعی، مبارزه با اراذل و اوباش و از فردا انشاءالله حوزه به حوزه و محله به محله انشاءالله اقدامات پلیس رو شاهد و ناظر خواهند بود. اما بعضی از کارشناسان میگویند همه مشکلات با برخورد سخت حل نمیشود. که برخورد مناسب و سختی رو با مجرمین داشته باش. میگویند امنیت تنها حضور پلیس در خیابان نیست. کم کردن نرخ 15% بیکاری است. کم کردن فقر است. برخورد سخت کم هزینه ترین و بی درد سرترین راه است. پلیس ها هم در خیابان علاف می شوند. به گفته کارشناس ها بعضی کارها مثل گرداندن افرادی که آنها را اراذل و اوباش می خوانند نتیجه عکس می دهد. فردی را مشاهده می نمایید معروف به محمود گراز. نتیجه اش می شود درست شدن بازداشتگاه کهریزک. مشکلی بزرگتر. بعضی گفتند حضور پررنگ پلیس بی ارتباط با تر حذف یارانه ها نیست. موضوعی که چند هفته پیش رئیس پلیس ایران به آن اشاره کرده بود. کارشناسی میگوید پلیس باید جایی باشد که ناامنی هست. شنیدن صدای این آژیرها همیشه احساس امنیت نمیدهد. فرزاد کاظم‌زاده، BBC.